رضا براهنی شاعر، نویسنده و منتقد سرشناس ایرانی که از اواخر دهه 70 شمسی در تورنتو کانادا اقامت داشت، در سن 86 سالگی درگذشت. فرزند رضا براهنی با انتشار متن در صفحه اینستاگرام خود خبر درگذشت این شاعر و نویسنده سرشناس ایران را اعلام کرد و نوشت: به تاریخ 5 فروردین 1401 پدرم رضا براهنی جهان را ترک و به دیدار آفتاب شتاب کرد. رضا براهنی متولد 21 آذر سال 1314 در تبریز بود. او لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز دریافت کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به ترکیه رفت و پس از اخذ مدرک دکترا به ایران بازگشت و به تدریس مشغول شد. براهنی اولین مجموعه شعر خود آهوان باغ را در سال 1341 منتشر کرد و پس از آن تا پایان دهه 40 مجموعه شعرهای جنگل و شهر، شبی از نیمروز، مصیبتی زیر آفتاب و گل بر گستره ماه از او چاپ شد. از دهه 40 علاوه بر انتشار اشعارش به نوشتن نقد ادبی پرداخت که بخش مقالات نقد ادبی او در این سالها در مجله فردوسی به چاپ رسید و بعدها مجموعه مقالات او در نقد ادبی با عنوان طلا در مصر منتشر شد. از دیگر آثار او در زمینه نقد ادبی قصه نویسی، کیمیا و خاک و گزارش به نسل بیستن فردا است. براهنی همچنین چند رمان چاپ کرد که برخی از آنها مورد استقبال گسترده قرار گرفتند و برخی از آثار او نیز قربانی سانسور شدند. آواز کشتگان، رازهای سرزمین من، آزاد خانم و نویسندهش، الیاس در نیویورک، روزگار دوزخی آقای ایاز، چاه به چاه و بعد از عروسی چه گذشت از جمله این رمان ها هستند. او علاوه بر فعالیت در سه حوزه شعر، رمان و داستان و نقد ادبی، در اواخر دهه 40 همراه با جلال آل احمد و تعداد دیگری از شاعران و نویسندگان در تشکیل کانون نویسندگان ایران نقش داشت. براهنی در اوایل دهه 50 به آمریکا رفت و مدتی در این کشور اقامت داشت. نقاب ها و بند ها به زبان انگلیسی و ظل الله دو مجموعه شعر دیگر براهنی حاصل این سال هاست. در سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی، براهنی غمهای بزرگ را در سال 1363 و بیا کنار پنجره را در سال 1367 منتشر کرد و شعر بلند اسماعیل را نیز در همین دوره سرود. او در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 کارگاه شعر را اندازی کرد و پس از آن در سال 1372 رضا براهنی مقاله چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم را منتشر کرد که نظریات جدید او درباره شعر را شامل می شد. مجموعه شعر خطاب به پروانه ها آخرین مجموعه شعری است که از رضا براهنی در ایران چاپ شد. براهنی در اواخر دهه 70 همزمان با وقوع قتل‌های زنجیره‌ای دو عضو کانون نویسندگان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ایران را ترک کرد و در بیش از دو دهه گذشته در تورنتو کانادا سکونت داشت. در این دوره رضا براهنی علاوه بر تدریس در دانشگاه در مجامع هنری و ادبی تورنتو فعالیت می‌کرد و مدتی ریاست انجمن قلم کانادا را نیز بر عهده داشت. براهنی در چند سال اخیر از بیماری‌های ناشی از کهولت سن رنج می‌برد و پسرش خبر درگذشت این شاعر، نویسنده و منتقد سرشناس ایرانی رو بامداد جمعه 5 فروردین ماه به وقت تهران، پنجشنبه شب به وقت تورنتو اعلام کرد. روح شاد و یادش گرامی. برای دیدن اخبار بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره.